به نام خدا، با آموزش کاربری پورتال دوران در خدمت شما هستم. در این جلسه آشنایی با ناحیه‌های صفحه و نحوه درج ماژول ها رو خدمتتون آموزش میدم. خب زمانی که شما یک صفحه جدید ایجاد میکنید، میبینید یک صفحه تقریبا خالی برای شما نمایش داده میشه. یک سری ناحیه هایی در این صفحه به حالا زبان فارسی یا انگلیسی نمایش داده میشه که دورش یه نقطه چین داره. اینها نواحی هست که توی قالب پورتال شما درست شده و میتونید از این نواحی برای جایگذاری ماژول ها و مطالبتون ازش استفاده بکنید. یعنی یک جور ساختار هست که شما میتونید داخل اون ماژولاتون رو قرار بدین و چیدمانش رو انجام بدین. بسته به نوع تمی که روی پورتال انتخاب کردید، قطعا این ناحیه ها فرق میکنه، اما خب نحوه کار کردنشون و نحوه قرار دادن ماژول ها با هم یکسان. خب توی کنترل پنل جدید میدونید که ماژول ها به این منوی سمت چپ منتقل شدن. برای اینکه یک ماژول رو ما بتونیم داخل صفحه‌مون قرار بدیم، میتونیم از جستجو استفاده بکنیم یا میتونیم ماژول رو توی لیست انتخاب بکنیم و با کلیک کردن موس نگه داشتن و کشیدن یا همون درگ اند دراپ اون ماژول رو داخل صفحه‌مون قرار بدیم. ببینید من الان ماژول سند HTML رو داخل همین ناحیه بالا قرار میدم. این هر جایی که این نقطه چین قرمز نمایش داده بشه، یعنی ماژول اونجا قرار خواهد گرفت. خب من این ماژول سند HTML رو تو ناحیه بالا قرار میدم. موقع افزودن ماژول یک اسم باید براش در نظر بگیریم. حتما باید اسم برای ماژولا بذارید. اگر اسم برای ماژولتون قرار ندین، ممکنه بعداً توی مدیریت ماژول‌ها و مطالب صفحه مشکل بخورید. حتی اگر میخواید ماژولتون اسمش نمایش داده نشه، من بعداً میگم چطوری باید این کار رو بکنید. اما موقعی که میخواید ماژول رو اضافه بکنید، حتماً یک اسم براش در نظر بگیرید. من یک اسم اینجا تایپ میکنم، تایید رو میزنم. خب همطور که میبینید ماژول جدیدمون به صفحه ما اضافه شد و حالا چون محتوایی داخل این ماژول فعلا قرار نداره، ما فقط عنوانش رو و چرخ‌دنده تنظیماتش رو و این آیکون چهار جهته رو میبینید. این آیکون چهار جهته رو میتونید ازش استفاده بکنید که موقعیت ماژول رو در صفحه تغییر بدید. همونطوری با نگه داشتن موس و کشیدن اون درگ اند دراپ میتونید این ماژول رو موقعیتش رو دوباره تغییر بدید و هر جایی که دوست دارید اون رو رها بکنید. میبینید که موقعیت ماژول تغییر میکنه. متشکرم از اینکه همراه ما بودین. خدا نگهدار.